رادیویی نو، درامه رادیویی بی بی سی. جانداد که در مقابل دروازه خانه اش قطرات خون را دید، وارخطا شده با عجله از فاطمه در مورد توضیح خواست. فاطمه اظهار داشت که امید تمام روز را در کوچه بازی کرده که به همین دلیل خون بینی شده است. حال باز هم از فاطمه میشنویم که به کجا آمده و با دیدن چه چیز خوشحال می شود. الو فاطمه، الا بایلا چطور شد که بعد از اقا وقتا خانه ما شفایی اومدی؟ کاش که یک چند شو باشی که ساعت ما تیر شوه. بیغم باش بوبا، تا که دلتا نزدیم خانه ام نمیرم، همینجا میباشم، چرا که ما هم بسیار دقاورده بودم. کیره میترسونی فاطمه بچیم، اولاد سر پدر مادر گرانی نداره، هر قدر شو که دلت میخواه باش، انوز مام خوش و قدمایتان بالای دیده. زنده باشی آقا، بدل ما باشه شب و روز خبرتان میگیرم و پیشتان میباشم. مگم چی کنم که از دست اولاداری و کار خانه نمیتانم. راستی چشمایتان روشن آقا، نیکه در خانه تان برق کش کدین که تو چراغان است. نه جان آقای خود، ما برق حکومتی نداریم، این برق کمکی است که دفتر ولسوالی برای ما کمک کده. مقصدت نفهمیدم آقا، چی رقم دفتر شورایتان برق کمک کده؟ معلوم میشه که کدام ماشین نصب کده چطور؟ دیگه رقم خو برق نمیایه. گپ تون بجای است فاطمه، یا برق قوی باشه یا که ماشینی. اگه یادت باشه کریم در سر جوی داینامو نصب کده بود و برای کل خانه برق میداد، باز او که کم شد برقم پیشترهای خود رفت. خدا خیر بده شورای قریه را، زیاد تپ و تلاش کدن و یک تخت سولر کتی یک دانه بیتی بر ما کمک کدن. تنها بر ما نه، بر کل خانه یک تخت سولر کتی یک دانه بیتری داده. آل شکر کل قدیم و شوانه چراغان است. شکر که در قدیتان برق آمد. چرا تا کشیدی فاطمه؟ خیریت هست؟ نیک زورت داده که قدیم و برق داره و از شما نداره. الا بوبو جان، تو آمه جب گپایی میزنی، ما چقدر خوش شدم که صاحب برق شدین. آم به خاطر کشیدم که وقتای پیش در شورای قرید بالا میرقم کمکا شده بود، هنوز لست نامای هر خانه رام گرفته بودن. مگم تا بال سر و درکش گم است، نی بیتری بخش ما داد و نی سولر و نی برق آمد. خیلی تو کس چرا دزیر علاشه ششتین بچیم؟ برین شورای دیبالا، از رئیس شورای قریتان بخواین که پیشتمی کار بگرده، حتمانی کمک به دستان میاد. خلیفه جانداد هستی یا نه؟ اوهو معلم سبراهیم خودت هستی؟ بیا بیا هستم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیا این یه سردی چوکی بیشه که دمت راست شوه. خواه خواه مانده و زله شدی. همه تو که میگی، هرچقه که عمر آدم بالا بره اما قشیمه و قوتش هم کم شده میره. اینه اینی پیاله چای مرام بخو که دمت را شوه، تا بال دلت نزدی. خیر ببینی، زنده و سلامت باشی. وقت چای نیست، چند مرتک تکا آوردیم که از خیرت برم بدوزی. چرا نه، ما در خدمت هستم. توی سکو تکیتا که ببینم که چی رقم هست. اینه ما سایکو که خوشت میایه یا نه. آم خدا بسیار تکیه خوبش خریدی، براستی که خوشم آمد. خوب اینه چی رقم بخشت بدوزم؟ اینه می رقم کالایی که در جانم است بدوز. تو باش که استاد شوم اندازه قد و اندام ما بگیری. آجت قد اندام گرفتن نیست، پیش ما اندازه تا هست. بشکت والا، دیگه خیاط باشه وقت گم و دورش میکنه. راستی خودت دیدم یک گپ یادم آمد، امی مکتبا چقدر شروع میشه معلم صاحب؟ والا حساب مکتبا هنوز خو معلوم نیست، هر وقت که شروع شوه باز خبر خواد شدی. راستی چرا پرسان کدی؟ معلم صاحب اگر راست بگوی، ما از درک می اولادایم زرغونه و امید بسیار پریشان هستم. کل روز ده بیکاری و ساتری تیر میکنن، اگه تو باشه خو کل شاگردها از درس و سبق پسمان میشن.
دستاتری کردن و بیکاری نمانیشان، تتشان درس بخوان که مصروف شوند. هاش که من سواد میداشتم، در درس ها و سبق هایشان کمک میکردم. برای خودت خو معلوم است که من بیسواد هستم. سواد داشتن مهم نیست خلیفه جان داد. خودت بهترین کس بیاد داری که خودش یک هنر است. میتانی که همی کار با امید و زرغونه در این روزای که قرنطینه است یاد بتی. دیگه ای که یک رای حل برای درس خواندن اولادهایت پیدا کو که پسمان نشن. دره دره اوهو قمبر گل، مانده نباشی، زنده باشی همه آبدر. تو باش کمی گوسپندار رو گوشه کنم کال کنم سونه دگه نرن. الا دره ایسو گوشه شوه. خیریت خواهد ایره مرا پیش انداخته کجا رایستی؟ نه که کراندن میبری؟ نه تا کلینیک ایوانی میبرم که وترنر ماینهشان کنه. الا یه گوسپندا چی ناجوری داره که اکثر کلینیک بشی وترنر میبری؟ تو خو خبر داری اما آبده کمی در ناجوری ایوانی گرفته. آه خبر دارم بچه، خدا جورش کنه. راستی حال چطور است؟ شکر خوب است. امو دکتر کمیده زیر تداویش بود، برام گفت که باید از رمایت کلینیک بر ماینه ببری. اگه بروسولوز داشته باشن باید از که کده وترنر مشوره کنی. قرار دیگه این کل گوسپندا خو نخواد مرض ایوانی داشته باشه که تو کلینیک برده رایستی. پشت گب نگرد اما آبده، ما چی بفهمیم که کدومش مرض بروسولوز داره؟ چند وقت پیش یک گوسپند ما دمی ناجوری بروسولوز از بین رفت. راست میگی، کم وقتک از امو بوده. حالا میترسیم که خدا ناکده ناجوریش به دیگه گوسپندا نرفته باشه و یک یکی نمارد. وی دانه تا بخیر واز کو، خدا میکنه که گوسپندک های قچ از بین بره. این حالا تو دعا کو که دیگه گوسپندایم جور باشه. خدا جور داشته باشیشانه. خدا تو رام خیر بده، کوش فکرت هستن گوسپندایت میگیری و خوب نگاهشان میکنی. وی وی خلیفه بلایت بگیره، تو سعی کو که پیاله چایم با دیگرون شد. آقا بخیالم چای داغ بود، پایت سوختاندی؟ نه نه سوخت، خلیفه بلایت بگیره، یک کمک پنجه پایم تر شد و بس. چی گپ شده آقا؟ از امون خواهی تکخانه اومدی؟ صدایت نمو برای و چرتی ششتی. خلیفه بلایت بگیره، خود چرتی پریشان می باشم، کم گپ خونه شده. یکی از اندیوالای قدیم مرده و دیدار آخرش هم در نصیبم نشد. آه فهمیدم که بابا اسلمه میگی. خدا بیا مرزش، میگن پشت مرده کب زدن خوب نیست، مگم از دست خودش شده. خلیفه بلایت بگیره، عجب گپایی میزنی، دیده مردن خوش است که میگی از دست خودش شده. راست میگم، در رادیو و تلویزیون در جای جار میزنن که ناجوری کرونا آمده در خانه بشینین، در ختم و معامله نرین. مگم کجاست کسی گوش کنه؟ اولش خودت هر جای که دلت خواست میری. والا راست میگی، همین ما بودم که از بابا اسلم گله کردم که چرا ختم نمیکنم. مگم خلیفه بلایت بگیرم، من چی بفهم که ناجوری قدر خطرناک است که این سرد آدم را در مردن میکشانه. کاش که ما مردم قدر سرتنبه نمی بودیم و هر گپ ایلایی فکر نمی کدیم. اکثریت مردم که در ختم رفته بودن حال ناجور نمی شدن. راست میگی خلیفه بلایت بگیرم، کردار ما بلای جان ما شد و در مصیبت گرفتار شدیم. امیالم سر وقت است، باید از که مردم موش خود بگیرن و از جمع شدن و هر جای رفتن پرهیز کنن. کریم بیادر زاده، ایره بگو کشتی های نان داری یا چای برد دیارم؟ کاکا هیچ خود با تکلیف نساز، من نان خوردیم و هم چای، فقط آمدم که کارتا برم بگویی. گپ از این قرار است که دفتر ولسوالی برای قریه ما و شما تختی سوله رو بیتی کمک میکنه که سر هر خانه تقسیم شود. خوب راست میگی، چطور خوب بلا سر نوکرت امر کن که چی خدمت کده میتونه. اگر راست بپرسی من دلم است که مردم از این کمک خبر نسازم. در گپ خو رسیدی هنی؟ خاطر جمع باشه کاکا، بیادرزاده دوشیاری خود زاغ از زاغ، با کنجی چشمم کشاره کنی به گپت میرسه.
آفرین، ما آمد بودی همون اینجا تلبیستیم که کتیم کمک کنی، چرا که کارا به تنهایی نمیشه. از این که دایید قمگپا سرمه اعتبار میکنی بسیار خوش هستم، چرا که آدم کارم میشناسی، آدم کارم خود میشناشم. آل رسیدیم سر شکاف کردن بجار، اما آدم که در دفتر ولسوالی کتیم وادی کمک کرده بود از لبز خود گشت، بخیالم ترس برداشتش، مچم که چی رقم در آب بیارمش. تو باش که ما یک کرد فکر کنو، اگه کدام کس دیگر پیدا کرده بودانم. راستی یادم آمد، مام یک نفرم میشناسم که در ولسوالی صلاحیت داره. من میگم ای ولایت، من فهمیده بودم که تو آدم کار هستی، برو آدم پیدا کو برش بگو که اگه کار ما را سر کنی خوب بخت همه جیبت هم میخوریم. زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. رحیم داد از مرگ بابا اسلم متاثر شده و در اتاق تنها نشسته بود. علا داد از وی خواست تا احتیاط نموده هدایات کارکنان صحی را در نظر بگیرد، در غیر آن کرونا به در منزل آنان نیز می رسد. از سوی دیگر ناظر از مرض کرونا صحت یافته، بیایید بشنویم که با موجبین چه میگوید. چی دم داری ناظر؟ درد و ناجوری چیز کم شده یا نه؟ صدقی کم تو میچو موجبین، او سیب گل بدن دیدشین. آه از برکت دوای تو دردن در کوز حرارت و ناجوری مام در جان دشمنا. الهی شکر، الهی شکر که سایی پدری از سر عبدالقادر دور نشد و مردم یتیم بچه نمیگنی شده. خوش شکر قط از این ناجوریت بیخی پریشان ساخته بودیم. میگفتم خدا کنه رو جور شوی، چرا که ما و عبدالقادر در این قریه دیگه کس کوی ندارید. ما صدقی کس کوی شوم؟ تو خدا بی کس بگیر نکو، ناظرید بیخی که در دنیا نباشه، ارواج جگرد خانه میگذه و سرپرستی دانه میکنه. بیغم باش، راستی دادی چی چیز؟ یکم میوی تازه است که بخوری و سرشیمه شوی، هرچی نباشه ناجوری آدم از پای مندازه، باید است که به زور خوراک پس خود استوار بسازی. صدقی سوریم شوم، ما هم یالام و سورستم، بازم خیر ببینی، زنده باشی که در فکر مستی بون نمیمانی که خوار زار شوم. اینه ما خوب ششتیمش، تا که میتونی بخو، بر از ای که میوه تازه مقاومت وجود بالا میبره و کرونا سرش تاثیر کرده نمی... سمال که بسار پیش نبیدی، خطر است، میوه را همونجا بون باز، من خودم میگیرم. برو بیغم باش، قناه ترس، من ماسک دارم. اینه ددانو بینیم بند کردیم، امی که در اتاق پیش تو میایم به ماسک نمیایم. صدقی ماسک چاوم، اگه ما میفهمیدم که تو درد جانسوزه میکشم، او با وصلم که وز گزفن گوی قلبه ای را میکش و خیرات میکد، نینگ ما در خیراتش نمیمونده با. خیر باشه، میگه گذشته را صلوات، آینده را ایتیاد، انشالله از یاب کده خوبتر میشی، مگم تو که به چخت جور نشی دیگه از خانه نبرایی، اگر این ناجوری دیگه را میگیره. صدقی ناجوریم شم، اموزو که مرغ کرک سر تخم میشینه، ما هم قرار در خانه میشینم. یار آوردن از این ماشین خیاجام تا اینجا در این گرمی بیخی مانده ساختیم، کاش که پایم جور میبود. مانده نباشی آقا، بخیر آمدی؟ زنده باشی زرگونه، باش که بسیار مانده شدیم. جانده؟ این ماشین ها چطور زور زده سرشانید خانه آوردی؟ اول تاقی قبان فاطمه، بگی کمک و کمی ماشین از سرشانیم تا کنیم، باز گپ میزنیم. اینا بگی بیا سرخونه، تو هم کتم کمک کن. هلا
بخیالم که باید از این در خانه کار میکنی چطور؟ نه بابا، تو هم عجب گپایی میزنی. کار دکان در خانه میشه؟ ایر از بده زرغونه و امید آوردیم. موره به ماشین خیاطی چی غرض آقا؟ نه یاد داریم و نه کار گرفته میتونیم. صحیح که کار گرفته نمیتونیم. ما ایر آوردیم کردیتان در این روزای قرنطین خیاطی را یاد بگیریم. خیر ببینی جان داد، خدا عاقبتت که جمع کده نتانی. مگه ما که میبینم درس و تعلیمشان از یاد گرفتن خیاطی و ماشین کده ضرورتر است. گپت بجای است فاطمه، دم حاضر دیگه چاره نیست. از این کده که تمام روز در ساتری و مستی باشم، بهترش همیز که اکس پا یاد بگیرن خوب میشه. آقایم راست میگه بابو، بام که مام خیاطی را یاد بگیریم. سعیز جان بابوی خود، من خونه میگم که از درس و تعلیمتان پس بانین. مقصد میست که درس و سبقتان چطور خواد شد؟ انشالله کمی مشکلام راوی کده حل میشه. دره دره برین دولی داره اینه؟ چرا تانو طول میتین؟ اینه در خانه رسیدین؟ آمدی قمبر گل بچیم؟ اله دره دره بیایم دیگه. راستی نگفتی که ناجوری از یه معلوم شد یا نه؟ آه از دست خود ما بود، اگر این ناجور نمی شدن. نفهمیدم چطور دست ما بود؟ کی رو دارست که مالاش ناجور شوه و بمره؟ این گپ من نیست بابو، خود وترنر که گوسپندا رو واکسین کرد گفت که اگه از اول یار می آوردین و واکسین میکردین اما یک دانه گوسپندتان هم تلف نمی شد. آه به خدا، راستی که دهی کار ما خود ما ملامت هستیم. باید از که به وقت و وادیش این بیزبانا رو واکسین کردن می بردیم. کاش که می فهمیدیم بابو، این حال یک گوسپند تاوانی نمی شدیم. بچه قضامت ها کلان می شن، باز ده یک بیغوری از دست آدم می رن. برو خیر باشه، میگه بلا در سر مال می زنه. امو خوب شد که خدای ناکده سر خود ما کدام بلا نامد. یه گپتام صحیح بابو، مگم باید از که از این باد هوش خود بگیریم. شقم برگل، ما کجا هوش در سرم میمانم؟ اتو در غم رنج گرفتار شدیم که گوسپندا بیخی از یادم رفته بود. حالا چرا هوش در سرت نباشه بابو؟ خدا ناکره در میدان خو نماندی. آقایم زنده باشه، ما زنده باشیم، چی کمی داری؟ ای جان بابای خود، امی رنج نواسیم کم است که مرده به دنیا آمد. اترم ساخته که پرسان نکو. بچه قومه چشته بودم که پیدا شوه، من خودم تا و بالایش کنم. خود اگر ما هم جگر خون شدم، ناجوری هم ایدام از امی خوردن گوشت گوسپندی بود که مورقه ایوانی گرفته بودش. زرغونه؟ او زرغونه، تو را میگم او دختر، بخیالم که در گوشایت پخته زدی که جواب نمیتی. چی میگی آقا؟ اینه در کوشکن هستم، کالای ششتگی را سر تناب جمع کردم، آلیم قاطشان میکنم. حالا روشو بچه ام، یک کاغذ و قلم کتیت گرفته، بیا اینجا که کارت دارم. اینه آمدم آقا. کاغذ و قلم چی میکنی که تلبیستی؟ بسیار پرسپال نکو، چیزی که گفتم بیار. آراستی یادت نره که فیته خیاطی رام کتید بیاری که کار است. این آقا، هم فیته ده تا قصو هم کتابچه و قلم. باش که بتم از ما بیگی، من خیالم که در خانه میخوایی خیاطی کنی چطور؟ مره بده. امید تو را میگم او بچه، بخی خواه نکو کتابچه و قلم بگی. آدم در خوگدان هم نمیمانی. اینه گرفتم، بگو چی کنم؟ زرغونه تو فیتره بگی و قدندام من اندازه کن. من خوی کار یاد ندارم آقا، کاش که اندازه تا سر سمرگل مامای میگرفتی. چرا که او شاگرد تحصیل کارا را خوب یاد داره. رای نزن، ما یادت میتم. اینه اول فیتره اینه تو در دستم بگی، هر چیزی که من گفتم بازم تو کن. من چی کنم آقا، برام خو قلم و کتابچه را دادی. تو در کتابچه اندازه قدندام مرا یادداشت کن. خب اینا رو بگو که اول از کدام جای قدت اندازه گیری کنم. اینه بگی اندازه آستین ما هرچند که بود، با امید بگو که نشته کنه. قد آستینت 23 میایه. نشته کده کتابچه قد آستین 23 سانتی. من نشته کده نمیتونم آقا، چرا که املا را یاد ندارم. ای بلا بزنی تو تنبلکه، سالا مکتب رفتی آخرش هم چیز را یاد نداری.
زرگونه دخترم، بگه خودت نشته کن. آقا اگر روز بگویم مام نشته کردن سانتیمتر یاد ندارم که چی رقم میشه. تو خود مکتب لایق بودی بچه، تو را چی بلازده که یاد نداری؟ عاقبت شما اردو چی خواهد شد؟ بی خدا به این وادی شب کی هست که دروازه رو میزنه؟ باش که ببینم، وقتی از خود تو دروازه رو باز میکنم، اگه بیگانه بود خب خوابه میگیرم. کیسی؟ مستم کریم، دروازه رو کشو بیره. وی دیگه تو مرا ترساندی کریم، ده این وقت شب کجا رفته بودی؟ تا خانه کاکا سید محمدم رفته بودو. آلا امور در روز می رفتی، چی جبر که به این وادی شو رفتی؟ چی می کدی اونجا؟ البته یک کار داشتم که رفته بودم. یک قبر سپال نکو، کوسله ندارم. باید از که بفهمم کت کاکا سید محمد باز چی سر پاس داری که خانهش میری؟ این دیگه چی گپ است؟ خانه کاکایم است، هر وقت که دلم بخواه میرم. به کسی سعیست که کاکایت است، مدام کارت نبیه آدم خوب نیست. به خیالم که یادت رفت او سال کارهای غلط سرت کرد، در چقه جنجالا انداختید. دانتا بستکو، میگه پیشت بشینم ریشت بکنم. کاکایم واره آدم مهربان در کل قریه نیست، میفهمی؟ برای خود یک کار بسیار خوب پیدا کده و میخوایم مرام شریک بسازم. ما را تیر از خوبی و فایدش نشنیدی که میگه نیم نان راحت جان، کم بخو مگه ماسوده باش. تو چی میفهمی؟ برو خانه خوابتکو، در این بیکاری کار پیدا نمیشه، تو آمدی دم مره میگیر. اینه کریم، اگه از من میشنوی از این کارا تیر شو، کاکا سید محمدت برای تو چا میکنه و مندازید. تو مره دیگه عقل یاد ندی، هر رقم که شوه کتی کاکایم در این کار بار شریک میشم، فهمیدی یا نه؟ این کارهایی که تو کاکا سید محمدت میکنین عاقبت خوب نداره، به جای فایده زیادتر تاوانی میشی. تیر شو از این شروع چرم. نو زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. جانداد ماشین خیاطی را با خود به خانه آورده به فاطمه گفت که بعد از این به امید و زرغونه دوختن لباس را یاد می دهد. فاطمه این تصمیم جانداد را تحسین کرده و مصروفیت اطفال را در خانه مفید وانمود کرد. حال باز هم از جانداد مشتمیم که عقب دروازه کی آمده و چرا پریشان است. کی دروازه رو میزنه؟ اینو آمدم. مستم، جانداد خیاط. مانده نباشی خلیفه جانداد. زنده و سلامت باشی معلم صاحب رئیم. چرا ددان دروازه استادستی؟ بیا درون خانه که برای یک چای دم کنم، بخوری که دمت راست شوه. زنده باشی، این ما چای نمیخورم، اما تو که تو قرنطینه در نظر گرفتی و در دوکان ما چای نخوردی، ما هم همی کار میکنم که ناجور نشه. خدا خیر و برکت نصیبت کنه که فکرت به این گپ کار کرد. خب نگفتی که چطور گذرت سون خانه ما کشید؟ معلم صاحب، آمدیم که از بدیم مشوره نیکی که داده بودی خیر ببینی بگویمت. از کدام مشوره گپ میزنی خلیفه جان داد؟ امو که گفتی با اشتکایت کس تو هنر یاد بته، ما هم سرشانو در خیاطی گرم کدم. یارا معلم صاحب، حال اگه یک مشوره دیگه هم بتی ازت بسیار خوش میشم. هزار دفعه چرا نه، خدا کنه که مشوره ما برای دیگرا فایده کنه. حتما. چی مشوره میخواستی؟ اگه برم یک راه و چاره را یاد بتی که دمی وقتای قرنطین اولادایم سبقهای خود بخوانن، بسیار خوش میشم. تا جایی که من دیدم اگه سبقهای خود نخوانن
امو خط و قلم یاد گرفتگی خودم از دست میتن. روی خانی کتابم از یادشان خاطر رفت. گپت بجای است. درس و تعلیم مثل قوغ زغال وارست. اگه پکه نکنی خاک شده از بین میره. ما درباره این موضوع فکر میکنم. اگه کدام رای حل در فکر محمد خبرت میکنم. خدا نگیرت معلم صاحب. من معطل احوالت هستم. هر قاید که اگراه و شاره را یافتی برم بگو. بغم باش. من خام خواه غم از این گپه میخورم. براستی اگه چاره درس و سبق از یا نشه. گفته خود توایی میشن و امو یادگرفتگی را هم فراموش میکنن. وی سوزیان کلش گل کده از خوردن برامده ناق اومده. اوهو رابیه گل چشمایم روشن که تو را سر زمین ها دید و مانده نباشی. دلکت روشن زرمینه. من خزوز و سر زمین ها میایم. مگن تو ای ترکایت نیست. نی خانه ما آمدی و نی طرف ها. هی هی حال چی صندوق چه دل من پیش تو واز کنم. از دست کار خانه روز ندارم. قرار دگه جوان آرست خانه داری. انوزم از کار خانه مینالی و کلاونگ هستی. ای نال خوب شد. او کجا ده و گرم سر دست میزنه. میگه ناجور هستم. مچم که خبر شدی یا نه که وشتکش زایه شد. این ناجوری یک بانه است. اصلا از این دخترای خان کس خیر نمیبینه. یکیش تلک گردن ما شده دیگهش هم تره دبینی آورده. چی بگویم خوره؟ اگه زیاد بگویم کلگی خواد گفت که زرمینه خوشوی ظالم است. در دل ننداز بگو. اگه نگوی سالا تیر خواد شد مگه ممیده شور نخواد خورد که کار کنم. بازی گپ مرا یاد خواد کردی. مرام زرمینه میگم آل بانش که یک چند وقت نازانگی کنه. باز خودم میفهمم که چه رقم حسابش جور کنم. آی نه تو بیوش و بیگوش نباش. آل خب یاز و بانی جور است که اشتکش نمیمانه. بیگی قمبرگل یک زن دیگه با تیگم دستت صبح شوه. قمبرگل نخواد قبول کنه. او زنت تو جادو کدیش که چشمش بغیر از او دیگه کسا نمیبینه. ای زندگی چه بیافا بودی سرور. خیریت خوب باشه. چرا تو یک کرتا کشیدی؟ چی پرسا میکنی گلاله؟ از دست جیگرخونی دلم بره با واسلم بسیار سوخت. بیچار آدم بسیار صادق و زحمت کش بود. یک عمر کت ما کار کرد. آخر هم از این دنیا رفت. راست میگی. باب اصلاً بسیار یک آدم خوب بود. مگم ده یک جای غفلت کرد و خود از بین برد. تو چی میگی گلاله؟ او آدم بیچاره چی غفلت کرد؟ مرگ حق است. اجل که آمد میبره دیگه. بیشک که مرگ حق است. مگم جان نگاه کردن آن فرض است. باب اصلاً و دیگه مریضای کرونا از بجای کردن این فرض روی گشتاندن. چطور از بجای کردن فرض روی گشتاندن؟ خوب در مغز گب نرسیدم. خب با وجودی که به مردم بار بار گفته شد که در وقت کرونا از خانه بیرون نشین، در توی معامله یک جای جمع نشین، از ماسک و دستکش کار بگیرین، مگم هیچ کسی اعتنا نکرد. این گبت خوب جای است. کلگی گپای دکترها را پشت گوش کردن. این سر گپایشان خیلی خندیام کردن. باز که کرونا گرفتشان هیچ دغم جان خود نشدن. نی خود قرنطین کردن و نی میوه و دانه خوردن. باز روزشان هم که بد شد با وقتش کلینیک نامدن. خب گذشته را صلوات تا اینده را احتیاط. بابا اسلام سر ما حق داره. برایش ختم میگیرم که ثواب برش برسه. وی سرور ما از کیفت را گفتم میرم که مردم باید در یک جا جمع نشن. تو میگی که ختم میگیریم. راست میگی. هیچ چوشم نبود. ختم خو گرفتنی هستم. مگم صبر میکنم که ناجوری گم شوه. آها هر قاید که برایش بخیر ختم کنی امو ثواب داره. هیچ چیز کم نمیشه. یا فاطمه من میگم دست درد نکنه که تمی چای دم کدنت. تو پرد یک پیاله دگام که عجب مزه داد. خیر ببینی جان داد که بعد از قایتا تعریف مکدی.
اینه بیگی پیالیت پر شد. نمیش بگام از بان آستاستا کلش خلاص میکنم. اگه خودتا میخوری بیگی پرتو بره. نه مرا بس از باش که پرسانت کنم که امروز چرای خوش هستی و پیشانیت داشت نیست. پشت گفت نگه فاطمه، براستی که خوش هستم، اما مشکل و جنجاله که فکر من خراب کده بود آخر برش یک راه و چاره پیدا کدم. کدام مشکلم میگی جان داد؟ من چطور که خبر ندارم؟ چطور خبر نداری؟ دعا کرد خودت از امو به دشت کایت کدی. درس و سبق و امید و زرغونه را میگم کردوش پس ماندن. خو چی رقم رای البرشان پیدا کدی؟ بگو نه که مام بفامم و خوش شوام. یاره میگم خدا خیر به تمالم سبرایمه، امو برای مشوره داد که قنبرگل یا سمرگل بگو که در خانه بیاین و خوارزاده خود سبق بتن. مچون به خدا سمرگل خو نخواد سبق داده بتنه، چرا که تمام روز در دکان کت خودت کلونگ خیاطی است، واقع وقت نمی داشته باشه. بیا خیر باشه، اگه نتانست جبری سرش نمی کنم که مجبورش بسازم. خیلی چی رقم رای حل برش پیدا کدی؟ سمرگل که نتانه تا خانه ما بیایه چطور میشه؟ اونه قنبرگل خدا نگیره، بیازو در کار معلمی تجربه داره، یقاید کورس جور کده بود، بچه های قریه را سبق میداد. قنبرگلم خدا میدانه که قبول کنه، من که میبینم میز آمده در گردن نمیگیره. تو گپایی میزنی که فقط قنبرگل بیگانه باشه، چرا قبول نمیکنه؟ این از بودی ویروس و کرونا که در کل جایا تیت شده، وام خواد ترسید که این مرض مرا نگیره. پر دل بیادر، شکر که از ما کده وقت تر آمدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام لالا کریم، مانده نشی، هم مانده و زله معلوم میشی و هم نوقت آمدی. خیرت خود و گله بیاده؟ والا براستی که مانده خوشدی، یک کرد تا ولسوالی رفتم، باز از اونجا این پس مایده مایده سنو دوکان آمدم. در ولسوالی چی کار داشتی و گله بیادر؟ تو خود نه دعوا داری و نه کدام دعوا جلب هستی، فکرت هست؟ عجب گپایی میزنی پرده گل، اگه خود دعوا جلب نیست، من یک کار شخصی داشتم. تو باش کده می کاکاسک آمدم یک زنگ بزن و نه زنگ میره. بله بله مشتو دوستی کرید. چی گپاست؟ کجا رسوندی کاره؟ کتمی آدمه که گفته بودی گپ زدم قبول کرد که چند تخت سولار میته برم. خو دیگه چرا طالب طول میتی؟ بیگه از بیشه که کار ما از طرف شو بیغم شوی. والا تو هم عجب گپایی میزینی کاکا، مف خو نمیته، گفتم که قبول کنم مگم نخته میتل بر وام کم توم نه. خو چه کم میگه که اساس ما پیاسی یا نی؟ در تلفون نمیشه کاکا، باز از نزدیک که دیدم ات میگم بره. پشتش نگه چی میدیم، تو فقط معلوم که چند میخوایم. او گپت خوب جای، مگم یک جنجال دگام کشیدن، مجم کوره چطور کنیم؟ یکی جنجال کشیدن شیرنی میتلبم، بگو دانه تا چپ میکنیم صدایی تا نکش. نه گپی شیرنی تنها نه، میگه که باید از امضای رئیس و معاون شورای انکشافی قریرم در این کاغذ بگیره. خیلی باشه، یک کرده مونه کتی ما راه کن، انشالله که دعوا گپ میتومش فامیدی؟ اینه او گله بیادر، تو را میگم کریم در این غایتان تکه به جلو نیستی، در کارهای بسیار خطرناک دست میزنی، اون شتا بگی که عاقبتش خوبش نیست، فکرت هست؟